با درود و احترام خدمت همه بینندگان عزیز، من حمیدرضا تقی‌پور دهقان تبریزی، فعال حقوق بشر هستم و این جانب علاوه بر عقاید شخصی که دارم به اصل آزادی اندیشه و بیان، آزادی انتخاب دین و جدایی دین از سیاست در ایران و سرتاسر جهان اعتقاد راسخی دارم. همون چیزی که باعث شده من و امثال من مخالف 100% رفتارهای فراقانونی حکومت جمهوری اسلامی ایران باشند با شهروندان ایرانی و با پیروان سایر ادیان در ایران. شهروندان ایران همونطور که عزیزان میدونیم زیر شدیدترین فشارهای امنیتی، عقیدتی و سیاسی قرار دارند و همه اینها ناشی از نبود آزادی بیان و عقیده هستش و پیروان سایر ادیان به عنوان مثال در انجام مناسک مذهبی خودشون آزادی لازم رو متاسفانه ندارن. همون چیزی که در ماده 18 و ماده 19 از اعلامیه جهانی حقوق بشر به اون اشاره شده و تاکید بر اون شده که انسان‌ها باید آزادی حق انتخاب دین، آزادی انجام مناسک مذهبی رو در هر کجایی از نقطه کره زمین که هستن داشته باشن و چنانچه در قسمتی از کره زمین در کشوری شهروندان اون آزادی رو داشته باشن و از اون کشور به عنوان کشوری یاد میشه که پیروان سایر ادیانش در امنیت و آرامش و صلح دارن با همدیگه زندگی میکنن. فرقی نمیکنه که انسان ها چه عقایدی دارن، اهل تسنن، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، پیروان آقای محمد علی طاهری، حتی شهروندانی که هیچ گونه عقیده ای هم به هیچ دین و یا نهله فکری ندارن، با استناد به 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر و با استناد به یک شیب یا یک حرکت انسان دوستانه، اونها هم انسان هستند و حق حیات دارند و تحت هیچ عنوانی نباید مورد ظلم، آسیب و یا تحت تعقیب قرار بگیرن. عرض کنم که بنده با توجه به همه این مسائل و با توجه به شرایطی که خودم قبلا در ایران داشتم و یه سری مشکلاتی که چندین سال قبل در ایران برای من پیش اومد، زمینه ای شد برای من که بخوام فعالیتم رو در زمینه حقوق بشر بخوام آغاز بکنم و یک صدایی باشم در دفاع از حقوق انسانها، برای دفاع از اونها به نوبه خودم، و امیدوار هستم که بتونم فعالیت‌هایی که انجام میدم این فعالیت‌های من مثمر ثمر باشه و ذهن‌های خابیده سران جمهوری اسلامی، شخص ولایت فقیه و مسئولین قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه و همه مسئولین سطح اول ایران رو ذهن‌هاشون رو باز بکنه و ذهن‌های خابیده اونها رو بیدار بکنه. در همین زمینه من یک وبلاگی رو دارم و فعالیت‌هایی رو در زمینه شبکه‌های اجتماعی دارم انجام میدم به اسم آیین محبت با دامنه hamidreza.taghipur.wordpress.com و در این وبلاگ بنده یه سری مقاله‌هایی رو میذارم از خودم، اخبار نقض حقوق پیروان ادیان رو در اون انتشار میدم و در قسمتی دیگرش فعالیت‌هایی رو که در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران دارم، اون فعالیت‌ها رو، فعالیت‌های صوتیم رو که به صورت اخبار هفتگی هست برای نقض حقوق پیروان ادیان، اخبار ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان هست و سخنرانی‌های من هست در اون کانون رو در جلسات مختلف در اونجا من پابلیش می‌کنم و امیدوار هستم که این وبلاگی باشه، بتونه خوب باشه و مطبوع سمع و نظر و بینش عزیزان هموطن ایرانی واقع بشه. برای اینکه ما بتونیم یک آگاهی و درک کاملی از مسائل حقوق بشر داشته باشیم، نیاز به این هستش که ما جویا باشیم. وقتی که بخوایم جویا باشیم، همیشه میگن جوینده یابنده هستش و این به این معنی هستش که
هر کس که جویای یک مسئله ای باشه، جویای یک منطقی باشه، مطمئناً اون رو به دست میاره. در سیماندهی اعلامیه جهانی حقوق بشر میتونه یک نقشه راهی باشه برای همه انسان ها که با استناد به اصل انسان دوستی این اعلامیه جهانی حقوق بشر شکل گرفته و ما به خوبی و به قولی به صراحت تمام میتونیم بگیم که همه اصول انسان دوستی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور کامل و بالغ و شافی بیان شده. این اعلامیه در سازمان ملل متحد در مجمع عمومی در تاریخ 10 دسامبر سال 1948 در پاریس به تصویب رسیده و این اعلامیه در اثر یک نتیجه جنگ مستقیمی بوده که از اون عنوان جنگ جهانی دوم یاد شده و برای اولین بار حقوقی رو به انسان‌ها رو مستحق یک حقوقی میدونه و به صورت جهان شمول هستش و در نتیجه حقوق بشر یک سری به قول معروف آرامش، صلح و حقوقی برای انسان به وجود میاد و همگان و هر انسانی در هر نقطه کره زمین با استناد به سیمانده اعلامیه جهانی حقوق بشر میتونه در صلح و آرامش و دوستی میتونن زندگی بکنن. این اعلامیه 30 ماده هستش، همونطور که قبلا عرض کردم دوستان خدمتتون، و به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر جزء به جزء در هر ماده توضیح میده. مفاد این اعلامیه به صورت بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و اجتماعیه که تمامی ابنای بشر و هر کشور و هر نقطه‌ای از کره زمین رو میتونه در بر بگیره و شامل بشه. لایحه جهانی حقوق بشر از اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و 2 پروتکل اجتماعی انتخابی اون میثاق‌هایی هستند و بندهایی هستند و مفادی هستند که از به عنوان لایحه جهانی حقوق بشر از اعلامیه جهانی حقوق بشر از اونها یاد میشه. در سال 1966 بود عزیزان که مجمع عمومی 2 لایحه جزئی‌تر مذکور رو تصویبش کرد و در سال 1976 بود که لایحه جهانی حقوق بشر توسط تعداد کافی از ملت‌ها مورد تایید هم قرار گرفت و به حقوق بین الملل تبدیل شد. مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های اون از نظر پژوهشگران و سازمان ملل متحد از نظر حقوق بین المللی از اعتبار بین المللی برخوردار هستند، چون به صورت گسترده و وسیعی در سطح جهان مورد تایید و امضای کشورها قرار گرفتن و کشورها اون رو امضا کردن. ولی ما با توجه به اینکه در ایران ایرانی هستیم و در کشورمون ایران شاهد این هستیم که حکومت جمهوری اسلامی همیشه جزء کشورهای ناقض حقوق بشر بوده در زمینه‌های مختلف، در زمینه حقوق پیروان ادیان، در زمینه حقوق شهروندان سایر اقوام در ایران مثل شهروندان کرد ایران، مثل شهروندان بلوچستانی، بلوچ در ایران و دیگر شهروندان سرتاسر ایران و حتی نقض حقوق زنان و بانوان، حقوق کودکان و در صدر اینها هم که مجازات غیر انسانی اعدام هست که ایران همیشه جزو اولین یا دومین کشور بوده در سطح جهان که بالاترین سطح اعدام و مقدار اعدام رو در سطح جهان داشته و متاسفانه همه دولت‌هایی که در جمهوری اسلامی بر سر کار اومدن
از دولت آقای میرحسین موسوی بگیر بیا دولت آقای هاشمی رفسنجانی، بعد از اون آقای محمد خاتمی، آقای محمود احمدی نژاد که دیگه به اوج خودش رسید، و در دولت آقای حسن روحانی هم که با شعار اعتدال و با اون کلید معروف خودشون که اومد، این آقای حسن روحانی فقط شعار داد و مردم رو گول زد و درصد اعدام‌ها و تعداد اعدام‌ها هر روز سیر سعودی داره پیدا می‌کنه علارغم و بر ضد اون صحبت‌هایی که ایشون کرده، آقای حسن روحانی کرد. و فکر می‌کنم در ایران متأسفانه حکومت جمهوری اسلامی با محوریت آیت الله خامنه‌ای ولی فقیه داره پیش میره و هر چی که ایشون میگه باید دولت هم اجرا بکنه، یعنی حکومت در ایران ارشد هست و دستور دهنده هستش بر دولت در ایران، و این میتونه یکی از نقاط ضعفی باشه که در حکومت جمهوری اسلامی قابل مشاهده هست. وقتی که میگیم حکومت، صحبت از مسائل امنیتی میاد. وقتی که میگیم حکومت، رهبری پاش به میون میاد، که اینها همش دستور دهنده هستند به دولت ها. و اگر هم دوستان تاکید میکنم، و اگر هم که دولت ها بخوان کاری رو انجام بدن، اون رو باید با تایید حکومت انجام بدن. و متاسفانه در ایران همونطور که عرض کردم هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی حکومت جمهوری اسلامی تا به نظر معترضین و مخالفین رو هیچ وقت قبول نکرده و هیچ وقت نخواسته که نظر افراد مخالف خودش رو بدونه، صحبت‌های اونها رو بشنفه، بدونه که بخواد اونها رو پانیش کنه، بدونه که بخواد اونها رو به انفرادی و زندان منتقل کنه، که نتیجه اون رو هم ما داریم می‌بینیم. زندانیان طولانی مدتی که برای فعالین مدنی، فعالین حقوق بشر در دادگاه‌ها حکمایی که صادر میشه براشون، و خانم نرگس محمدی یکی از اینها هست، آقای عبدالفتاح سلطانی یکی دیگر از فعالین حقوق بشر هست که ایشون هم دربند هست، و از فعالین مدنی دیگه میتونیم به آقای اسماعیل عبدی اشاره بکنیم که ایشون هم تا چندی پیش در اعتصاب غذا بودن، و همین چندی پیش بود که حدود یک هفته پیش بود که ایشون اعتصاب غذای خودشون رو شکستن، که همه صحبت‌های آقای اسماعیل عبدی این هستش که ما به دنبال حقوق انسانی خودمون هستیم، واژه ما رو سیاسی نکنید، ما به صورت فعال سیاسی به سیاست کاری نداریم، ما شهروندان ایران هستیم به دنبال حقوق انسانی خودمون هستیم. اینا همه مباحث و مشکلاتی هستش که در حکومت جمهوری اسلامی قابل مشاهده هست، و اگر بخوایم این رو داستان بیان بکنیم به صورت جز به جز، یک داستانی میشه که هیچ وقت پایانی نداره. و امیدوار هستم که این عرایض بنده به عنوان اینتروداکشن یا به عنوان استارت کارم مقبول سمع و نظر و بینش شما عزیزان قرار گرفته باشه، و در برنامه‌های بعدی بنده با موضوعات مختلف به صورت فایل‌های تصویری به همین شکل از طریق یوتیوب در خدمت شما هستم. امیدوارم که بتونیم مطالب خوبی رو بیان بکنم و مطالب مطبوع سمع و نظر شما بینندگان عزیز قرار بگیره. یادتون نره که ما رو در شبکه‌های اجتماعی مثل گوگل پلاس، مثل فیسبوک و مثل لینکدین و توییتر فالو کنید، و اسم وبلاگ بنده هست آیین محبت. در خدمت شما هستیم با برنامه‌های آینده. تا برنامه‌های آینده، بدرود.